ویدیو به زبان عربی هست و احتمال داره که در یکی از کشورهای عرب زبان ضبط شده باشه و ظاهرا یک برنامه تلویزیونی هست که در او برنامه که به احتمال خیلی زیاد موضوع برنامه مربوط به مسائل دینی و مذهبی بوده باشه این ملای آخوند را دعوت میکنن که بیا در او برنامه صحبت بکنه ملا هم در محضی که وارد صحنه میشه و شاید هم ننشسته روی صندلی خود به این خانم میزبان نگاه میکنه و سروازش که میبینه میگه که خب تو هجاب نداری سروازت مناسب نیست جای در جهنم است خانم هم برش میگه با خیال بسیار راحت میگه خب جای این که جای مده کجا هست تو هیچ نداره اما تو برای تو 700 دلار پرداخت کردم که بیایی داری برنامه صحبت بکنیم بعدش مردکه یا همین آخون میگه که در کجا کی برای ما پیسه پرداخت نکردین من دلار نمیگرم برای گپ زدن خب این خاصیت ملاهاست چون ها تلاش میکنن که خود را خیلی پارسا و زاهد نشان بدن و خود را تارک و دنیا به یک شکل نشان بدن که به دنیا و پول و مسائل اهمیت نمیدن به او خاطر یک دفعه شوک میشه که رازش فاش میشه که اون این آخوند برای صحبت کردن در یک برنامه تلویزیونی که به احتمال خیلی زیاد مردم را نصیحت میکرده به خاطر نصیحت کردن خود به خاطر صحبت کردن در مورد دین 700 دلار میگرفتند خلاصه ملا هم ناراحت میشه و از جای خود میخزه پرخاشگری میکنه و باز هم این خانوم رو میگه که جای دقر جهنم است و خانومم هم اصابش خراب میشه و یک حمله میکنه سرش سه چار تا لیوان یا همون پیاله پر از جوسی که در روی میز هست و میگیره و در صورت ملا میزنه خلاصه ملا به بوز میترسه از دیست از دیست از دیست از, از, از خانم خب برحال من در هر صورتش طرفدار اعمال خشونت از هیچ نوعش نیستم نه خشونت فیزیکی نه روانی و نه کلامی یعنی ما انسان های مدرن و متمدن امروزی باید بتانیم با کلام با حرف اختلاف نظر خود را حل بکنیم اما خب مسئله این است که ملاها متاسفانه خود را صاحب مردم میدانند خود را مسئول میدانند و حتی وظیفه خود میدانند که به سبک لباس پوشیدن مردم به طرز فکر مردم به با باور مردم حمله بکنن و وظیفه خود میدانن که به اونا دخالت بکنن وگرنه حقیقت شین است که انسان اگر یک ذره شعور داشته باشه خب به تو چی ربطه داره که یک انسان چی رقم لباس میپوشه یا چی رقم ظاهرش هست مگر شماهایی که خود را یا همین ملاهایی که می تبلیغ دین را میکنه و سر من بر میرن هر حرفی میزنن دو تا آیه میپرانن مگر در خود همین کتاب الله در قرآن کریم مگر در سوره زلزال نیامده که فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره یعنی ای این شما به اندازه یک ذره اگر خطا کرده باشین هم سزایش رو میبینین گناه کرده باشین و اگر به اندازه یک ذره ذره در زبان عربی همون اتم رو میگه یعنی خیلی ریز کوچیک شد با دید با چشمم قابل دید نیست میگه به اندازه یک ذره اگر عمل خیر انجام داده باشین هم در روز قیامت پاداشش را میبینین این یعنی چی؟ یعنی این که دستگاه عدالت الهی در روز قیامت آنچنان دقیق هست یعنی هیچ کس به جای کسی دیگه معاخذه نمیشه هر کس در روز قیامت پاسخگوی عملکردهای خودش در دنیا هست اگر یک کسی یک انسان بالغ و عاقل میه یک سبک زندگی رو برای خود انتخاب میکنه که به دیگرها ضرر نداره خب او آدم خودش میدانه و مسئولی کیفری یا مسئول اعمال خودش در روز قیامت هست پس ملا یا هر کسی دیگه که با سبغه دین با اجازه دین می به خود ای اجازه و جسارت و شجاعت رو میته که در زندگی دیگرا دخالت بکنه اینا حقشان هست که اینمی رقم یک برخوردم را شود ما فکر میکنم یک روزی امیدوار هستم که در تلویزیون البته اگر امی آقای ملاحبت اللهی که میگن اگر وجودی خارجی یا واقعی داشته باشه یک روز نمیره یعنی یا هر ملای دیگر یه یعنی نمیره قم اگر, اگر روی شخصیت زن روی فردیت زن حمله کرد و به احترامی کرد یه یعنی قم با بوتل جوس باید در صورتش بزنه و او را از صحنه خارج بکنن شما نظرتان چی است آیا همین رفتار رکمی خانم در برابر این ملاکرد شایستش بود یا نبود